کجا میتونه رفته باشه؟ تو خبر داشتی نه؟ از چی؟ از ازدواج اول. میدونستی اون چه غلطی کرده و هیچی نگفتی؟ ازم خواست چیزی نگم، منم نگفتم. نه به خاطر اون، به خاطر همه بود، خاطر آیندم. چرا باید جلوی بالا پریدنش رو میگرفتم؟ کافی بود این ازدواج به ثمر بشینه تا زندگی هممون این رو به اون رو شد. اما نشد. حساب که تو اون غلط از آب در اومد. یک کشکی سابیدم که همش دوغ پتی بود. تو حاضر شدی ارغوانو قربانی کنی که خودت نجات پیدا کنی؟ من فهم میخواستم به چیزایی که آرزوشو داریم برسی. همین. حالا به آرزوات رسیدی؟ مامان مرده سینا، اونم فقط به خاطر خودخواهی تو. ارغوان اشتباه کرد، غلط کرد. دیگه نمیخواد نگران پروندهتون باشیم. به من از این که اسناد و مدارک کامل شد خودم با اتون تماس میگیرم. خواهش میکنم، لطف کردید. خدا نگهدار. قربان شما. بله بفرمایید. سلام آقای نیکا، سینا هستم، برادر خانم آذرنیا. بله بله شناختم. حال شما خوبه؟ نه راستش اوضاعم بد جوری ریخته بهم. خدا بد نده، اتفاقی افتاده؟ دیروز مادرم رفت به رحمت خدا. واقعا؟ تسلیت میگم، من واقعا متاسف شدم. پس چرا خانم آذرنیا به من خبر نداد تا تو مراسم شرکت کنم؟ خبر نداد چون از خودشم خبر نیست. یعنی چی؟ از بعد از فوت مادرم ارغوانم ناپدید شده، موبایلشم خاموش کرده، هیچ خبری ازش نیست. سراغش از هر کسی که میتونستیم گرفتیم، اما هیچ کسی ازش خبر نداره. گفتم یه زنگ بزنم به شما، شاید بدونیم کجاست. نه من خبری ازش ندارم. چرا به پلیس اطلاع نمیدین؟ نه نمیخواستم خیلی شلوغش کنیم. گفتم یکی دو روز صبر کنم، اگه خبری ازش نشد بعد به پلیس خبر بدیم. به هر حال ممنون، خیلی لطف کرد. ببخشید آقا سینا، شنیدم ارغوان ازدواج کرده، شما از این موضوع خبر داشتین؟ بله آقا معلومه که خبر داشتیم. مگه میشه یه دختر ازدواج کنه خانواده‌اش خبر نداشته باشن؟ اونم خانواده ما که رو اینجور چیزا خیلی حساسن. بله همینطوره. به هر حال از قول من به خواهر محترمتون تسلیت بگین. خدا نگهدار. راشد می‌خواستم اینم، شما نشونی خونه شوهر خواهرمو دارین؟ شما آدرس شوهر خواهر تو از من می‌خوای؟ نه یه زمانی موکلتون بودن. آقای بهزاد فروزانفر. بله بله می‌شناسمش. تلفنشو دارم. آخه تلفنشو جواب نمیده. اگه میشه نشونی خونه مادرشون رو بدین. من یه کاری باشون داشتم، مثلا دارم سراغ ارغوان رو ازشون بگیرم. آخه میدونی چیه؟ خب به هر حال شوهرشه. گفتم شاید بدونه کجاست. ببین سینا جان، آدرس جزء اطلاعات شخصی موکلین محسوب میشه، من نمیتونم بهت بدم. نگران خواهرت هم نباش، اون دختر قوی و با جربزهیه، بلده چه جوری از خودش محافظت کنه. باشه ممنون. پس اگه احیانا اومد اونجا یه خبری به ما بده. نمیاد. در واقع آخرین بار که اومد دفتر ما با هم دعوامون شد، ولی اگر دیدمش چشم بهت اطلاع میدم. ممنون، خداحافظ. سلام آقای دکتر، من سینا هستم، برادر ارغوان. بیا تو.
آی 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 نهان که چهره برافروخت دلبری داند، نهان که آینه سازد سکندری داند. من پیشگو نیستم، فقط آینده نگرم. از همون موقع که شنیدم گفتم این ازدواج اشتباهه، خامه، کاله. اما کسی گوش نکرد. عشق زیاد آدم کورو کر میکنه، نه دید نه شنید اینم نتیجهش. تقصیر منم بود، نباید کمکش میکردم. دوستی، آشنایی، کسی نداره شب بره پیشش؟ هر جایی که فکر میکردم ممکن رفته باشه سر زدم، ولی هیچ کسیش خبری ازش نداشت. راستش از بیمارستان که داشت میرفت بیرون اصلا حال و روزش خوب نبود. میترسم یه وقت بلایی سر خودش بیاره، خدایی نکرده. ازدواج اشتباه، مرگ مادر، اعتیاد برادر، اینا هر کسی میتونه پا بندازه. به پزشکی قانونی سر زدی؟ نه، ارغوان زنده است. یا احتمالات رو باید در نظر گرفت. حالا بذار ببینم چی کار میشه کرد. سلام آقای دکتر. چه عجب یادی از فقیر فقرا کردین. خانم آذرنیا؟ دوباره آدریانو. من ازش خبر ندارم. در واقع ما چند روزیه که با هم قطع همکاری کردیم. ویژگی وکیل سخنوریه، نه پرچونگی. شما اول سوال گوش بده، بعد جواب بگو. اجابت امر. در خدمتم آقای دکتر. آدرس منزل آقای بهزاد فروزانفر میخواستم. دوره نایاب شده این شازده دوماد. میگم نکنه کاری کرده که همه دنبالشن. شما که خبر دارین، چرا وانمود میکنی که نمیدونین؟ عادت شده، حرف میکشیم اما به راحتی حرف نمیزنیم. آدرسم نمیتونم بدم آقای دکتر. شما که با تجربه این میدونین که این کار غیر قانونیه. بسیار خوب، بسیار خوب. مجبورم پلیس در جریان بذارم تا حادثه به طور قانونی ازتون بگیرن. البته این به حسن شهرت شما لطمه میزنه، ولی مثل که چاره ای نیست. مرده رو از مرگ نترسونین آقای دکتر، من راه های فرارش رو خوب بلدم. اما به احترام رفاقتمون و به احترام سن و سال شما آدرس رو میدم. فقط یه چند لحظه باید صبر کنین چون باید برم تو سیستم. اوه، این نهایت لطف شماست. یه چند لحظه صبر کنین، آدرسی یادداشت کنم. بولوار میرداماد، بیابان نفت شمالی، آقا سینا، من پام درد میکنم، شما بشید پشت فرمان. چشم. فقط خواهش میکنم با احتیاط. رو چشم. بریم. بیشترم میرم. من تعجب میکنم شماها چرا نمیان. اکثرا اونایی که میان هم سن و سال شماها. الان نرین که میخواییم میرم، بعد میخواییم مثلا سن من بشیم. امشب دیگه از رژیم خبری نیست سرو جون. یکی یکی واسه پختم انگشتاتم باش بخوری. بهبه، حرفا میزنی. من اگه یه ذره از این کیک بخورم هرچی رشتم پنبه میشه. تازه با چه جون کندنی خودم رو کشتم، 6 کیلو لاغر کردم. 6 کیلو چقدر زیاد زدم اونجو. حالا کجاشو دیدی؟ بذار رژیم و ورزشم کامل بشه، اون وقت میشم نصف تو.
دستتون درد نکنه زنم، چه عطر و رنگی داره این کیک. فقط الان چی؟ چایی کمه. بفرمایید، اینم چایی. قربونت برم نگار جون، دو تیکه کیک بذار برای بابا آقا بهزادم ببرم. باشه همینه، فقط زیاد نخورین، اگه از شام بیفتین حسابی سرتون کلا رفته. زنم بود سنگ تموم گذاشتم. این حرفا چیه؟ ناقابله. ای کاش هر شب تشریف می آوردین، بلکه ما یه دلی اعضا در می آوردین. بابا سوازمه گرفتیم از بس حاضری خوردیم. چشتو بگیر، من این چرون همه شام نهاری که جلوت گذاشتم. خانم چشمو گرفته که چشم دنبالشه دیگه. راستی گفتم چش. عمو جان، اوضاع احوال چشتون چطوره؟ بهتره الحمدلله. شکر خدا خوبه. خدا رو شکر. حالا دیگه میتونم پشت فرمون بشینم. ولی عمو جان جسارتم به نظر من زوده. من اونجورم که از شما رو داره میبره میاره دیگه، چه کاری؟ آره آخا واقعا؟ به خودم هم میرسونم اتون میبرم میارم اتون. بفرمایی. اه با دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه خانم. خب عمو جان کیش؟ عمو کیش شده تو چرا ماتت برده؟ بازی تا دامده. زندگی مثل شطرنج میمونه، اگه درست و با دقت بازی نکنی مات میشی. یه حرکت ساده ممکنه یه نقشه پیچیده رو با خودش داشته باشه که تو رو به دام بندازه. مثل این حرکت کیش و مات. بارکلا آخه تو را با نبرد دلیران چه کار سیاهی. بهار جان اینجا باشی پیش من ببینم. یه دسته دیگه بریم همون. بذار من بازی کنم. تو بلد نیستی. خب از خواستگار چه خبر؟ همه چیز رو به راهه؟ قراره همین روزا مقدمات عروسی رو انجام بدیم. شکر خدا همه چیز رو به راهه. خدا رو شکر. ببخشید مامان جان، من یادم رفته بود بهتون بگم. قضیه من و اون آقا منتفی شد. راستش ما نتونستیم با هم به تفاهم برسیم. چرا زودتر به من نگفتی؟ بابا گفته بودم قرار بود به شما بگه. ببخشید اشتباه از من بود. تقصیر من است سرور خانم. پیری و عواز پرتی. بعد بهت میگفتم که یادم رفت. ما رو بگو که دلمون رو صابون زده بودیم یه شام عروسی دعوتی. اگه خدا نخواد هیچ برگی از درخت نمیافته. قسمت تو هم نزدیکه. دور نیست بهار جان. مامان جان از قدیم و ندیم گفتن عقد دخترم و پسرم رو تو آسمونا میبندن، مگه نه خانم؟ به نظر من انسان باید خودش سرنوشتش رو انتخاب کنه و بسازه، نه اینکه چشم بسته قبول کنه. خانم ازدواج یه شوره که باید با شعور توأم بشه. ولی خب نظر منم همینه، شعورم خوب چیزیه. خوش مادر قرصای باباتو بده بهش بخوره. چشم برم آب بیارم. خب بالاخره ما نفهمیدیم مناسبت شام امشب چیه. زنم و سرای خانم تو امتحان سرممیزی مالیات قبول شدن و ترفیع گرفتن. سلامتی. مبارک سرای خانم. واقعا تبریک میگم، ایشالله ریاست. ممنون. همچی آش دهن سوزی هم نیست، این از کاه کوه میسازه. حقوقش هم همچی فرقی نمیکنه. با مزایا نهایتش بین 100 تا 150 هزار تومن. بازم خوبه. سرای خانم مهم حقوقش نیست که، مهم میزشه که بزرگتر میشه. بفرمایید یه چیزی بخورید. صرف شد. کسی قرار بیا؟ بکنم عمه فاطمه است. بهش گفته بودم که شما تشریف میارین اینجا. سهر جون من باز میکنم. دست درد نکن نگار جون. بله؟ به بهزاد بگی بیاد عمه در. شما؟ بهش بگین سینا خودش خوب میشناسه. چشم، الان بهشون میگم. نوبت شماست. آقا بهزاد، یه آقایی به اسم سینا اومده با شما کار داره. ببخشید. کیه میشناسیش؟ آره یعنی یکی از کارمندای سابق شرکته.
وضع اوضاع مالیش هم خوب نیست. آره آره سینا واقعی. واقعی. تو نه موقع شب اینجا چیکار داری؟ یه لحظه ببخش. میخوام من برم. نه نه بشین میشم باش. باش باش. خب بهار خانم اوضاع احوال بیمارستان و تبابت چطوره؟ خیلی ممنون. خوبه شکر خدا. سلام. من دکتر داوودی هستم. موکل سابقه همسرتون خانم آزنیا. بله میشناسم. امرتون. آدرس خونتون رو می‌خواستیم. ببخشید کدوم خونه؟ خونه مشترک شما و همسر سابقتون خانم آزنیا. باید بریم اونجا. مگه ارغوان هنوز بر نگشته خونه؟ نه متاسفانه. بعد اسم جوی سری بزنیم. راستش من خونه رو تحویل دادم. فکر نمی‌کنم اونجا رفته باشه. ضرری نداره یه سری اونجا بزنیم. ولی اون خونه الان دیگه در اختیار من نیست. متوجه میشین چی عرض میکنم؟ با مرتی که عوضی دادی خرام بدبخ کردی یه قطمیت هم باقی حرف میزه یه آجه ساز آقومه داشتم بیرون بسه کاری که به خاطرش اومدیم تمومش کنیم. بد نیست که دو خونه رو بدیم. ما مزهمتون نمیشیم هر چیز رو تهم بدیم. خیلی خوب یه چند لحظه تشریف داشته باشین تا من کلیدو بیارم. تو مگه تو راه من قول ندی شروع قصد نکنی؟ خودی چه خبتی که تو خانواده چه گناهی داره آبروریزی میکنی؟ آروم باش. کوچه دهم پلاک 11 کارتون تموم شد بی زحمت اینو بدیم به طبقه پایین. خیلی ممنون. خیلی لطف کردین. دیگه هم این برا پیدات نشه. ببینم اگه پیدام شو میخواد چه غلطی بکنی ها؟ تمومش کن. بریم. خیلی ممنون. بفهمم. یه مو از سر خواهرم کم شه. بدبختت میکنم. اون سرتو میذارم رو سینه‌ت. سینا بفهمش. بفهمی خانواده منتظرن. شما بفهم. چه میگفتیم پسر این مافنگی ها رو تو پرتو کرد؟ باش درگیر شدی؟ نه درگیر نشدم. کسی تو چیزی نشنید؟ نه بابا بیبریم تو شک نکردن. به حسابش میرسیم. به زاده به موقعش. سلام همه خانم. سلام همه سلام. حال شما چطوره؟ آقا دست شما درده. خیلی متشکر. ممنون. شما اینجا چی کار میکنیم؟ ما نگران شما شدیم. دیدیم دیر کردین. دیر نگران شدیم. ببخشید من دیر کردم. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش آمدید. اتفاقا میخواستن شامو بکشن. گفتم بابا دست نکردن. نه میخوام تاش بیارم. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش آمدید. اینه؟ بله پلاک 11 همینجاست. ماشین این مرتیکه هم که اینجاست. چی رو بگی؟ من به ازاد عوضی دیگه. مهم نیست خراب شده گوشه اینجا دیگه. بفرمایید دکتر. نه؟ بازش کن. آقا جو کجا هم دوست درد انداختیم پایین نمیدیم بالا؟ اصلا شما دو نفر کی هستی؟ اینجا چیکار دارید؟ سلام آقا. سلام از بنده است. خسته نباشید. خیلی ممنون. من برادر خانم آزرنیا هستم. یه چند روز ازش خبر نمیم. نگران شدم. خواستم اینو خونه هستیم. اگه برادرشین بس سالا کجا بودید؟ یعنی چرا شما چیکار دارید کجا بودم؟ هر جا بودم. من نمیدونم این کلید در خونه چی شما چیکار میکنه؟ اصلا آقای بهسان اینجا رو تصفیه کرده. الان کسی توی خونه نیست. خیلی خوب باشه. یه نگاه بندازیم خیالمون راحت چه بعدش میره. دستتون بخوره به این دستگیره زنگ میزنم به سعیدا. یعنی چی آقا؟ من دارم میگم خواهرم گم شده. سینا جان. دست به دستگیره. سینا اجازه بده. من دکتر داوودی هستم از دوستان فروزانفر. خیلی خوشبختم. از خانمش یه چند روزه بیخبر بودیم. یه خود نگران شدیم. احتمال دادیم شاید اینجا باشه. چرا خود آقا بهزاد نیومدن؟ آقا من اگه آدم بود که سینا آی فوزان پایی گرفتاری برای تون پیش شد نتونستم بیان برای همین کلیدا رو دادم به ما. خیلی ببخشید از کجا من بیدونم شما راست میگید؟ آقا به من با این موی سفید هم میاد به شما دروغ بگم؟ یه نگاهی تو میندازیم اگر نبودن ما ذهنتون نمیشه. خیلی خوب شما لطفا بفرمید این بند سینا کلید بده بشید بفرمید ما کلید هم بدیم به من سینا
بفرمایید. برو سین. خانم فرزافر، خانم فرزافر، عرض کردم هیچ کس اینجا نیست. من میگم شما باوره میکنید. من میتونم اتاقا رو ببینم؟ داخل نمیرم. خیلی خوب، برو زود برگرد. یه مونه قضیه چیه دکتر؟ مشکلی بینی شما شده؟ ارغوان آبجی، چیز مهمی نیست آقا، جوونن دیگه. ارغوان جوون های زمونه دکتر جون، یه روز عاشقن و یه روز فارق. بله، کاریش نمیشه کرد. ارغم اونا چی صدا میشنوی؟ منو نگاه کن ارغم. ارغم منم سینا. آقا لطف کن تلفن کن. آقا چی صدا بگو صدا میشنوی الان؟ سلام آقا، چه شده آقا؟ سلام خانم. سلام آقا. آقای دکتر داوودی هستن. خیلی خوش فرد. خوشبختم زیارتون. چه شده؟ شانس آوردیم آقا رسیم بالا سرش. چند روز خوش تو خونه حبس کرده، چیزی هم نخورده. دیر رسیده بودیم، تلف شده بود. سقوط فشار خونه. او سرمو بگیره درست میشه. من یه چیزی به شما میگیرم. شما چی میل دارید؟ من شام شب خور نیستم، فقط یه بوسی آب معدنی بگی من قرصم باش بخورم. چشم، ممنون. تو چه؟ من هیچی نمیخورم. خیلی محبت کردیم، زحمت دادیم بهتون. اختیار داری، من کاری نکردم. خوشبختانه به خیر گذشت. میدونیم، فکر کنم به خاطر مرگ مادرم خودشو مقصر میدونیم. آخه چند روز پیش آره سینا به هم گفت. خیلی متاسف شدم، به شما تسلیت میدم. من در غم خودتون شریک بدونید. خیلی من خواهر شما برای همه وکیل و خوبی دوز برای خودش. بله، مثل همه کوزیگرها از کوزیشی کسته آب بخوره. بهتون پیشنهاد میکنه به خود بیشتر مراقبش بشین، اون به توجه بیشتر نیاز داره. چشم. چیه؟ قطع نکن بابا، بذار حرفم بزنم. من اینا گفتم بهم زنگ نزن. نگران ارغوان بودم. هر چی زنگ میزنم جواب نمیده. نگرانی؟ بی خیال بابا، یه حرف بزن خندمون نگیره. تو اگه نگران بچه‌ات بودی که 20 سال پیش ولشون نمی‌کردی بری. 20 سال بی پدری بستمون نبود. بی مادرمون هم کردی نه؟ مادرتو؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده؟ مادر رو فرستادی سینه قبرستون، حالا میگه اتفاقی افتاده؟ این کش قلعه باد میشکست اون روز تو خونه نمیومدی. من نمیخواستم بلای سر گوهر بیاد. اون روزم که آمدم میخواستم ارغوان بدونه که قصد خراب کردن زندگیشو نداشتم. آره نمیخواستی، ولی این کارو کردی. الانم دخترت افتاده کنج بیمارستان. بیمارستان؟ چه بلای سر دخترم اومده؟ دخترت؟ حالا میگی دخترت؟ بعد 20 سال چه دختر بابایی؟ دخترت داشت خوشو به کشتن میداد. اگه دیر رسیده بودم بالا سرش کردم پیش مادرش بود. الان حالش چطوره؟ الان حالش باید چطوری باشه؟ تو همه گینه اون بابات زندگی تو به گم میکشی، چه حالی داشتی؟ این مرده ها بودی. با تو از زندگی من و خواهرم بکش بیرون. تو نباشی همه چی آرومتره. به خدا همه چی آرومتره.
جانم ارغبان، حالت خوبه؟ جونه هم چی شد؟ الهی قربونت برم، حالا وقت این حرفا نیست، آروم باش. دفنش کرد دل منو نکردی؟ من چه گناه کردم که شدم خواهر بزرگتر؟ قدیما حرف گوش کن بودی، حتی اگه زیر گوشتم میزدم خم به ابرو نمیابردی، اما الان حرف که گوش نمیده چی؟ احترامم نمیذاری. حالت که خوب شد، یه کشیده این نکشیده میزنم زیر گوشت که ادب شی دختری بیاده. سلام. 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 شما اینجا چی کار میکنید؟ آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن امروز، خیلی اذیتشون کردی. اختیار داری، من کاری نکردم. سعی کن زودتر خوب شی خانم وکیل، پرونده من هنوز مفتوحه، نکنی میخوای یک کاری کنی زمین ها مفتا چنگم در بیارن. چیزی میخوری برم برات بگیرم؟ نه، خوابم میاد. الهی قربونت، بخواب عزیزم، بخواب. چی شده بهسر جان؟ تو فکری عمه؟ نه چیز خاصی نیست، یه خود فکرم مشغول. شما اگه دور برات خوب نگاه کنی و یه سرسامونی هم به زندگیت بدی فکر آزاد میشه. منوچهر جان، جای اینکه اونجا بشینی اظهار فصل کنی بیا کمک کن، اینجوری غذات هم هضم میشه عزیزم. ای بابا، بد کردم آداب میزبانی رو به جا میارم، مهمونو تنها نمیذارم. بعدم آخه 60 نفری که تو آشپزخونه جا نمیشی، من میام تو دستپاتون چیکار؟ مگه نه اونجا؟ تنبل نرو تو سایه، سایه خودش میاد. بابا من بدبخت فلک زاده که اینقدر تو کارخونه کار میکنم. معلومه خیلی. باش عمو جان، اشکال نداره. آقا گردن ما هم مو باریکتر. بهار جون، بیا بشین. از وقتی اومدی همین جور داری زحمت میکشی. چشم زنمو، میام خدمتتون. عمه جون. جانا. شما تو بهزیستی دوستی آشنای کسی رو سراغ دارید منو بهش معرفی کنین؟ من این ترم باید روی علائم بالینی یه بیمار مبتلا به مشکلات روانی تحقیق کنم، بعد خودم هیچ کس رو نمیشناسم، میخواستم ببینم شما میتونید کمکم کنین. راستش تو مدرسه یکی دوتا از بچه ها هستن که والدینشون دچار اختلال روانی شدن و الان تحت درمونن، میتونم اونا رو بهت معرفی کنم. اما بیماری اونا از مصرف مواد مخدر صنعتیه ها، به دردت میخوره؟ آره اشکالی نداره، چون اینطوری میتونم اسم تحقیقم بذارم بررسی روی آثار مخرب مواد مخدر صنعتی روی ذهن و روان. آره ببینم، موضوعی بهتری نیست که بری سراغش؟ ولش کن، دختر چه به این کارا؟ بابا، داری اذیتم میکنی دوباره؟ بابات راست میگه مادر، چه لزومی داره که بری قاطی معتادا؟ لازم نکرد بری. ماما خانم، مجبورم، یکی از واحدهای درسیم این ترم همینه. حرف من حرف خانومه، هر چی سرور خانم بگی.
هرچی شما بفرمایید قربان. خدا سایتون از سر هم دیگه کم نکنه. ایشالله همه خوشبخت بشن، همه جوونا. ایشالله یه عروسی گیرت بیاد که همینقدر بهزادتو دوست داشته باشه. ایشالله. ببخشید من الان برم. ایداد بیدار، چقدر خجالتی. الو سلام جام شکوری، فروزانفر هستم. ببخشید من بعد موقع مزاحم شدم. تو تا از این آشناهای ما قرار بود بیان اونجا، میخواستم ببینم نشونی رو پیدا کردن. چی؟ کی؟ نه والله من اصلا در جریان نبودم. نه این ایشون مادرشون فوت کرده، احتمالا به خاطر این قضیه شوکه شده. خدا رفتگان شما رو بیامرز. نه نمیخواد، شما زحمت نکشید، وسایل و ماشین اونجا بمونه، میان میبرن. خیلی ممنون. ببخشین آقای شکر. چیه چرا به هم ریختی؟ ارغوان حالش بد شده، بردنش بیمارستان. بگو این مرده که روانی شیر شده بود، عربده میکشه دخترش پس افتاده. بابای ارغوان؟ بله دیگه، همون بود دیگه، هرچی تو دهنش در اومد بارمون کرد. که چی؟ گیره بعد آدمی افتادی به ازاد از اون بد پیلا تا نچاپن دلت نمی کنن. حالا بهش تهدید میکرد، میگو میام اونجا حیثیتتون رو میبرم. غلط کرد، برو بهش بگو این به شغالم باج نمیده، هر غلطی دلت میخواد بکن. چی میگی مرد حسابی؟ اگه عمود بو ببره که چه دست گلی آب دادیم که پتت رو آبه، که دوباره روز از نو روزی از نو. خب پس میگی چی کار کنیم؟ نمیدونم، هر جوری شده باید از شهرش خلاص شیم. چه جوری؟ ازاد طرف سیاکاره، خلافکاره، یه انگل اجتماعیه. بذار تحویلش بدیم به قانون، بلکه نفسی بکشن مرد. دیگه نامردی که نمیخوام در حقشون بکنیم. آقا اگه بذاریم صاف صاف بگرده خلاف کنه نامردیه. شما نگران نباش، من یه جوری انجامش میدم که آب از آب تکون نخوره. هیچ میگه من یه جوری انجامش میدم، چی کار میخوای بکنی؟ خیال راحت باش، بس باش با من. خیلی خوب، اینجا من از سهرا بیفتریم پایین. حالا اینو فکر میکنم بالا چه خبره. بریم مخصوصا اون زنمو که منتظر اشاره است. بیا بابا. کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، حوث هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقیه که گاهی نمی افته و می افته.